جدای از رویکرد اعتراضی به مسئله جنگ ایران و عراق، ایده هم در این باور هستن که ادامه این جنگ، شروع و ادامه این جنگ 8 ساله به خاطر بی مدیریتی حالا اون مدیران جنگی بوده، در واقع این جنگ به این مدت به طول انجام میده. نظر چیه در این نقطه؟ خب اینا بحثایی میتونه باشه که الان مثلا ما جریانات اصلاح طلب، افرادی که به هر حال خود به یک نوعی اون ور قضیه خودشون رو میبینن، اون طرف یعنی توی جناح اصلاح طلب خودشون رو میبینن، اینا بحثای درون حکومتی هستش که انجام میگیره به عنوان اینکه مقصر کی بوده، آیا اشتباه تاکتیکی نظامی بوده که اینا بحث. اما از طرف مردم در رابطه با این هستش که این حکومت برای اینکه بتونه ثبات پیدا بکنه، همونطور که توضیح دادم، بتونه یک دست بکنه اون قدرت سیاسی رو و در دست خودش بگیره و بقیه رو سرکوب بکنه، توی این پروسه وارد شد و ادامه داد این جنگ، یعنی این جنگ رو ادامه داد. و نکته‌ای که وجود داره دیگه اینجا مسئله سر این نیست که آیا مثلا این افراد اشتباه نظامی کردن نکردن، تصمیمات اشتباهی گرفتن یا نگرفتن. این واقعه برای جمهوری اسلامی، سران جمهوری اسلامی، مثلا واقعی بوده که بتونن اون اهدافی که داشتن رو برای ثبات حکومتشون مثلا ادامه بدن جنگ رو. و هر موقع هم که احساس کردن که موجودیتشون داره به خطر میفته، خب اون رو اومدن به عنوان جام زرکرام خامنه ای هم اعلام کرد، چیکار کردن؟ آتش بس به اصطلاح اون دوره رو قبول کردن. میخوام بگم که بحث بستگی داره، یعنی این نوع بحثی که الان داره مطرح میشه خب از طرف جریانات اصلاح طلب است که به نظرشون اون یکی جناح دیگه که حالا شاید اون موقع مثل الان نبوده که اصولگرا اصلاح طلب ها این چیزا وجود داشته باشه، فعلا باندها و جناحایی که توی به اصطلاح جمهوری اسلامی وجود داشته یک به اصطلاح قرائتی دارند، یه به اصطلاح گرایشی وجود داره که بگه بله مثلا اینا اومدن سپاه رو یک دست کردن به نفع جناح خودشون و اون سپاهیای به اصطلاح اصیلی که بودند رو منزوی کردن یا به کشتن دادن یا فرستادنشون به دنبال کارهای دیگه. خب این مسئله مردم نیست که بخوان حالا برن واکاوی بکنن که آیا اشتباه نظامی بوده یا نبوده. حکومتی رو در مقابل خودشون دیدن که نه فقط توی زندان‌های زندانیان سیاسی رو اعدام کرده، بسیاری بسیاری از جوانان و به اصطلاح مردم ایران رو به کشتن داده از طریق همین جنگی که به راه انداخته بوده و بسیاری از مردم به اصطلاح مردم عراق رو به کشتن و همینطور هم از اون طرف، یعنی از طرف دولت عراق رو به مردم ایران هم همینجوری است. به خاطر همین میخوام بگم که بحثی که از طرف مردم وجود داره این هستش که یکی از جنایات جمهوری اسلامی همین مسئله جنگ ایران و عراق هست و مسئولیتی که در قبال این پروسه داشته که برای موجودیت خودش، ثبات خودش و قوام خودش به اصطلاح چند صد هزار نفر رو به کشتن داده. این بحث مردمه. بحث خب اصلاح طلبا یا جریانهای درون حکومتی میتونه این باشه که اشتباه نظامی بوده نبوده، آیا مثلا تقصیر فلان نفر بوده یا نه، که این با بحث مردم کاملا متفاوت است.